ذکر خیر شما رو خیلی شنفته بودیم، اسم شما رو هم خیلی اینجا اونجا گفتیم، فدایان اسلام. اما حالا که دارم شما رو میبینم، میبینم شما بلندتر از این نمیتونم. بنده یه جمله‌ای می‌خواستم بگم که نذاشتن این آقا این برادرمون تو حرف من آمدن. بذارید من حرفم تموم بشه بعد هر چه خواستید بگید. اما حالا که آمدم شما رو دیدم، می‌بینم جوانای پرخون و متحرک از اونی که گفتیم در پشتر شما بهترین، ماشاءالله. عازم، جازم، الحمدلله علاقمند و پرتحرک. اسمتونم روتونه، فدایی اسلام. فدایی اسلام اگر چنون که بتوانه اون خط اسلامی رو دقیق حفظ بکنه، در همه سطح جهان و در میان همه بندگان خدا نظیری براش نمیشه پیدا کرد. زیرا که انسان بالاخره خواهد مرد و هر کسی در این عالم فدای یک چیزی میشه. خیلی ها فدای مال میشن، خیلی ها فدای مقام میشن، خیلی ها فدای قدرت طلبی ها و هوای نفس میشن. اما شما وقتی که نام فدای اسلام رو خودتون میذارید، در حقیقت خودتون دارید آماده میکنید که فدای اسلام بشین. این با فضیلت ترین چیزهایی است که میشه در این عالم فرض کرد. الحمدلله در بین شما جوانای کم سال هم هست، این پیرمرد نورانی هم هست و از این قبیل فاصله ها میان سنین مجاهدان برای خدا و فدائیان در راه اسلام در صدر اسلام هم میشد دید. در کربلا هم یه عده‌ای مردمانی بودن که توشون بچه 11 ساله و 13 ساله هم بود، حبیب ابن مظاهر هم بود. این چیه که دو انسانی رو در دو سطح نابرابر از سن میاره تو صحنه؟ جز ایمان، جز اخلاص برای خدا. سعی کنید انشاءالله این ایمان و این اخلاص رو هر چه بیشتر حفظ کنید. من امیدوارم که انشاءالله شما برادرها که در اینجا مشغول این مجاهدت و فداکاری هستید و توی این شرایط سخت، توی این هوای گرم، توی زیر این آتش همیشگی دشمن با کمبودها، با ناراحتیها میسازید، انشاءالله با پیروزی که خواهید دید به همین نزدیکی انشاءالله اولا خستگیتون در بیاد، ثانیاً در میدان جنگ معرفت دینی و معرفت اسلامی و تقوای اسلامی رو هرچی بیشتر آزمایش کنین. ثالثاً برای آینده اسلام و مسلمین ذخیره های هرگز تمام نشدنی باشین انشاءالله. مطمئن باشین که آینده درباره شماها و درباره این نسل یک قضاوت بسیار بسیار شیرینی، قضاوت دلنشینی خواهد داشت انشاءالله. در تاریخ
هر کدوم از شماها آقای ایکس فرزند ایگرگ نیستین. شماهایی که امروز دارید این حماسه رو میسازین فرق نمیکنه، چه شما، چه بچهای سپاه، چه بچهای ارتش، چه بچهای داوطلب دیگه، چه عشایر، چه ژاندارمری، همه این تنگ نظری ها رو باید گذاشت کنار. همه برای خدا دارن میجنگن. این دیوارا رو ما درست میکنیم. اینایی که تو این صحنه دارن میجنگن، هر تک تکشون، هر دونشون یک ستاره ای هستن که در آینده میدرخشن. اسمها مهم نیست. ممکنه یک نام فراموش بشه، ممکنه یک نام اصلا شناخته نشه. اونی که مهمه کارها، رسمها، خطها، حرکتهایی است که انجام میگیره و این رو شما دارید رقم میزنید و دارید رسم میکنید. خدا رو شکر که من شما رو در اینجا دیدمتون. امیدوارم که همیشه در این میدان تلاش سالم و پیروز و دلشاد و پرنشاط باشید. شما رو هیچی نیورده اینجا مگر احساس تکلیف. اینجا که چیزی نبود که شما بیایید، همه چی جای دیگه است. خراف جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است. اینجا خمپاره است، اینجا گلوله توپه، اینجا آفتاب داغه، اینجا شرجیه، اینجا که چیزی نیست. چیزی که میتونه بیاره انسان رو انگیزه است. یه چیزی از باطن شما میجوشه، یه چیزی در باطن شما شما رو به حرکت در میاره، به تلاش وادار میکنه. او شما رو آورده اینجا، او خیلی چیز با ارزشیه. مواظب باشید او در شما بمانه و برای خدا از او استفاده بشه. انشاءالله که موفق و معید باشید، انشاءالله که زنده باشید، انشاءالله که پیروز بشید و انشاءالله که بار دیگر شما رو در یه موقعیتی ببینیم که اون برادرم اونجور غمگین دست به دهنش نگرفته باشه و ناراحت نباشه. شما هم انشاءالله همه تون موفق و پیروز باشین. به نقای این برادرم اعتنا نکنین، نق نزنین، کار کنین. نه ما پیش که خدمت این آقا بودم برای خونی شب از خود آقا کمک خواستم در احفظ. من آقای هاشمی کمک خواستم، گفتن که 48 ساعت دیگه سقوط بود. آها، فرمونده این آقایون هستم. 45 روز تمام شلا که مقاومت کردید، نفر شهید دادم. حالا مثل یک فرد گمنام در بین افرادم هستم. اون موقع با 1500 نفر جنگیدم در آبادان، اینجا رو آزاد کردم و تمام شبیخونه هایی که ما زدیم به نام دیگران ضبط شد. بشه بشه بابا، مگه شما برای نام می جنگیم؟ بذار من یک توصیه بکنم به شما برادر آقای هاشمی، حالا که خودتو معرفی کردی. توصیه من به شما و به همه اینه که اینجا توی این میدان، حالا تو میدونه دیگه کار ندارم، تو این میدان من و تو رو بذارید کنار. برای خاطر اینکه وقتی این گلوله تو قلب دشمن خورد و اونو انداخت، فرق نمی کنه که تو زده باشی یا من یا اون یا اون. مسئله اینه که این گلوله بایستی از یک تفنگی بیاد بیرون بزنه. اگر من زدم افتخار خداییش مال منه، ولو به نام شما تمام بشه. شما زدید، افتخار خداییش بال شماست، ولو به نام آقا تمام بشه. این نامو نشونه بذارید کنار. آره جونم، حضرت امام فرمودن هر کاری انجام میدید این مسئله رو حتما مستقل بذارید. برادر بذارید من یه دقیقه وایس هم اینجا. کدوم مسئله رو؟ چه مسئله رو؟ برادر آخه شما که هنفیج سینمایی آفرین 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 انشاءالله موفق و معید باشید، انشاءالله زنده باشید. امیدوارم که پس جناب کامنی که ما با اون همه اراده که تمام سنگرهای فدای انسان عکس ایجاد با اون عشق از ایشون حمایت میکنیم و ولایت فقیه حاضر نیستن بیش از 5 جلسه وجود مبارکشون دست ما بریم. این که من گفتم تشریف خب. بیاریم که بخواستم نه شما گفتین خمپاره. بله. آه پولتیک سیاسی من همون چیزیه که من باش مخالفم. بنده با پولتیک سیاسی مخالفم، من با روراستی موافقم. اینجا رو زنده باشه. حتی اول جبان همینجا تمام شد. اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.